با سلام به شما بینندگان گرامی تلویزیون کانال جدید، امیدوارم خوب و سلامت باشید. من سیما بهاری با همکارم جمیل فرزان در خدمتون هستیم از برنامه نگاه روز که اختصاص داره به درگیری ها و ناآرامی هایی که در یونان شاهدش هستیم. با یه سری سوالات میریم سراغ شهاب بهرامی تا از ایشون در رابطه با یونان پرسجو بکنیم. با عرض سلام به شما به برنامه‌مون خوش اومدید. تشکر میکنم، منم خدمت شما و شنوندگان عزیز، شنوندگان و بینندگان عزیزتون سلام عرض میکنم. بله، طی هفته گذشته مردم جهان شاهد اوج خشونت ها در یونان بودند. ساختمون هایی که در آتش میسوزه و مردمی که با کوکتل مولوتوف در دستشون به تظاهرات خیابونی میپردازن. چرا اینطوریه؟ راستش داستانش یکم قدیمی تر از اتفاقاتیه که این چند ماه اخیر شاهدش هستیم. یادتون باشه پارسال هم شلوغ شد، پیرسال هم شلوغ شد، سال 2008 دوباره شلوغ شد، منتها به این وسعت نبود. علتش هم اینه که بحران اقتصادی یونان جدا از بحران اقتصادی اروپا نیست و کلن جدا از بحران اقتصادی جهان سرمایه داری نیست و این بحران ها در یونان عموما از اواخر سال 2006 خودشو نشون داد و اعتراضات مردم شروع شده بود اونجا، از این باندبازی هایی که تو دولت بود، سرمایه دارایی که سرمایه رو خارج میکردن، مالیات های سنگینی که اینا باید میدادن نمیدادند و فشار اقتصادی شدیدی که رو گرده مردم زحمتکش و مزبگیرا و کارمندان دولت آورده بود و همچنین وارد شدن به مثلا حوزه یورو و عوض کردن به اصطلاح پولشون که اون موقع دراخما بود و قدمت بیش از 1000 سال داشت، اینا همش دست به دست هم داد که تورم یک دفعه به طور سرسام‌آوری بالا رفت و فشار اصلیش هم به مردم زحمتکش و اکثریت جامعه آورد. عرشبت خود این بحران نشون داد که به اصطلاح دولت یونان نمیتونه جلوشو بگیره و نمیخواد این کارو بکنه. خودشون دچار بحران شدن، دولت ها عوض شدن. اگه یادتون باشه چند ماه پیش بود که سوسیال دموکرات ها کنار رفتن و جورج پاپاندریوس که نخست وزیر وقت بود تهدید کرد اتحادیه اروپا رو که من تقاضای رفراندوم عمومی میکنم که مردم آیا میخوان تو اتحادیه اروپا بمونن یا خارج بشن، و خب اتحادیه اروپا هم گوشمالیش دادن، تهدیدش کردن و مجبور شد استفاده و دولت ائتلافی سر کار اومد. خلاصه کنم، به هر حال یک مشت مافیای اقتصادی گلوی مردم رو دارن میفشارن توی یونان و به کمک نهادهای نظامی و نهادهای سرکوبشون جلو تعرض مردم رو میگیرن و میخوان پاکت‌های اقتصادی که دیکته میشه بهشون از طرف اتحادیه اروپا اونا رو به اصطلاح پیاده کنن و زندگی مردم رو از این که هست بدتر کنن. این علت اصلی بحرانیه که در یونان هست. البته باید اینم اضافه کنم، هنوز بحران به لحاظ سیاسی اونطوری نیست که نوک حمله به طرف طبقه حاکمه باشه و بحث سرنگونی دولت و اینا باشه، اینجوری مطرح نیست. اونطوری که تو کشورهای خاورمیانه هست، تو ایران بود و هست و کشورهای عربی مثل مصر و تونس و سوریه امروز، هنوز به اون درجه نرسیده ولی مردم به شدت آگاه شدن و دیگه حاضر نیستن خیابونا رو ترک کنن و تن به بیش از این همه خفت و فقر و بدبختی بدن. بله، با وجود اینکه در پارلمان یونان مسئله ریاضت اقتصادی به تصویب رسیده و فشار کلن روی مردم زیاده، ولی اتحادیه اروپا راضی نیست و گفته که، اجازه بدید رقمشو نگاه کنم، گفته مبلغ 325 یورو باید از بودجه دولتی کم بشه. معنی این شرط چیه؟ فقط راستش این نیست، اینا برای اینکه این وام بتونن بگیرن باید تضمینای دیگه ای بدن. یکی از تضمیناش اینه که
حقوقا رو بین 22 تا 25% از چند ماه دیگه باید کم کنن تو بخش خصوصی، تو بخش دولتی که خیلی بیشتره، و حداقل 3 سال این حقوقا به اصطلاح خودشون یخ میزنه، یعنی اجازه ندارن یک ریال یا یک یورو به این حقوقا اضافه کنن، یعنی فقر تقریبا مطلق برای مردم. و بعد هم هیچ ضمانتی وجود نداره که اگه بحران اقتصادیشون تخفیف پیدا کرد باز حقوق مردم بالا ببرن. گفتن باید یه کاری بکنیم که بیکاری هم باید بیاد زیر 10%، یه چیز تقریبا غیر ممکنیه، برای اینکه همین الانش بالای 20% چیز داره، بیکاری داره، و جوان ها بین 40-50% بیکارن. امروز وزیر نظم داخلیشون که اسمش الان یادم خاطر ندارم، ایشون گفتش که ما دیگه هر کاری از دستمون بر اومده مثل دولت کردیم، در این رابطه فشارهایی که باید بیاریم به مردم آوردیم، مردم دیگه تحمل بیشتر از اینو ندارن و ما دیگه کار بیشتر از این نمیتونیم بکنیم، ضمانت دیگه نمیتونیم به اتحادیه اروپا بدیم، و این الان دیگه توپ تو زمین اروپاست. اگه اروپا میخواد ما رو کمک کنه باید دست از این همه فشاری که به ما داره میاره رو باید فشارش رو کم کنه. معمولا وقتی که از اروپا صحبت میشه یا میشد اینطوری بودش که اروپا آرامه، مردم دموکراسی دارن، میتونن اعتراضشون رو به صورت اعتصاب بیان بکنن، خواستاشون رو مطرح بکنن، و اینجوری بود که با خواستای محدود میمدن و اعتصابشون رو میکردن و هر کسی حتما میرفت به کار خودش. ولی الان به نظر نمیاد اینجوریه. الان میبینیم که تو هم با خشونته، تو هم با درگیریه، مردم ساختمون آتش میزنن، مردم یه مقدار فراتر رفته این مطرح کردن، این فرم مطرح کردن خواستاشون. آیا میتونیم بگیم که دموکراسی در غرب در خطر قرار گرفته؟ آیا اینطوره؟ به نظرم هنوز اینجوری نیست، ولی به این معنی دموکراسی بی آبروتر شده. ماهیت واقعیش و مردم اروپا اگر زمانی به خاطر تعداد دیکتاتورهای زیادی که تو کشورهای به اصطلاح جهان سوم بود مقایسه میکردن، میگفتن خب بالاخره اینجا بهتره، ما میتونیم حرفمون رو بزنیم، مثل ایران و کشورهای دیگه به خاطر یه ورق روزنامه ما رو اعدام نمیکنن. ولی دیدن عملا اینا هر دوشون هم دیکتاتوری هم دموکراسی در روی یه سکن، و دیدن که اینجا هم از این خبرها نیست. اگه واقعا مردم حق و حقوق خودشون رو درسته بخوان، ارتش میاد تو خیابون، بحث زندان هست و سرکوب و چیزی که ما الان داریم میبینیم. منتها چرا الان اون دوره آرامشی که الان شما بهش اشاره کردین داره میگذره؟ بخاطر اینکه بحران اقتصادی دنیا الان حادتر شده. اگه یادتون باشه دو هفته پیش دوست کنفرانس بزرگ جهانی بود در اروپا، اقتصاددانان زیادی، پروفسورهای اقتصاد خودشون، تئوریسین‌های بورژوا، تئوریسین‌های طبقه سرمایه‌دار اومدن گفتن که ما به بن‌بست رسیدیم، سرمایه‌داری به بن‌بست رسیده. آلن گرین پیس که یکی از وزیر خزانداری آمریکا بود برای چند دهه و با هر عطسش و با هر سرفش سهام جهانی چند درصد بالا پایین میشد، و همین آقای کس کسایی بود که گفت این پایان تاریخ و اقتصاد بازار آزاد حرف اول و آخر رو خواهد زد، ایشون اومد گفت من اشتباه کردم، من دیگه نمیدونم، دیگه تئوری ندارم، ما به بن‌بست رسیدیم. و آخریشون هم همین اقتصاددان آمریکایی، فکر کنم انگلیسی الاصل، دیوید هاروی، دو هفته پیش مصاحبه مفصلی باهاش داشت یکی از روزنامه‌های پرتیراژ آمریکا، و ایشون گفتن که سرمایه‌داری از این بحران بیرون نمیاد و حداقل 30 سال طول میکشه تا بتونه دنبال راه حل موقت بگرده. بله شاید بهرامی، من یه سوال دیگه دارم و وقت طولانی نداریم. میخوام حتما این سوال رو مطرح بکنم، اونم در رابطه با مسئله درخواست کمک اتحادیه اروپا از چین هست. بلد. و اینکه به خاطر حل بحران اقتصادیش اروپا دست به دامن چین شده و چین هم حتما خواهان این هستش که اصلاحات ساختاری در اتحادیه اروپا صورت بگیره. آیا میشه بگیم که اروپا داره تبدیل میشه به جهان سوم؟ اگه بتونن راستش این کارو میکنن، یعنی به لحاظ استانداردهای زندگی مردم، منتها موفق نمیشن. اروپا آفریقا نیست و آفریقا هم امروز دیگه یا جهان سوم و آسیا هم اینطوری نخواهند بود. مبارزات مردم اوج گرفته، مردم بیدار شدن، مردم میان تو خیابونا
هم توی جهان سوم و هم توی اروپا به نظر من شاهد اعتراضات عظیم کارگری و جنبش های مردمی خواهیم بود و سرمایه‌دارا رو به عقب نشینی وادار میکنن. چین هم بیشتر جوک گفتن، برای اینکه اتحادیه اروپا تا اونجایی که زورش رسیده پدر مردم ها در آورده به لحاظ فشارهای اقتصادی، بیشتر از این جا نداره. چین میخواد همون بلایی که خودش سرمایه‌دارای چینی تو چین دارن سر کارگر چینی میارن، با حداقل بخور نمیر زندگی هم بهش نمیدن، فکر میکنن تو اروپا هم میتونن این کارو بکنن. تو چین هم الان بحران دارن، تو چین هم الان اعتراضات داره وسیع میشه. اگه خلاصه کنم، اینا راهی ندارن، برای اینکه مردم به طور وسیع اومدن تو خیابونا، ورق برگشته. اون نیروی سومی که ما همیشه ازش اش بردیم، نیروی عظیم مردم زحمتکش، مزدبگیرا و کارگرا، بیدار شدن و دارن خودشون متشکل میکنن و بیش از این تن به این خفت نمیدن و امیدواریم که مبارزتشون به نتیجه برسه و قطعا خواهد رسید. بله، متشکر از شما شهاب بهرامی. خیلی ممنون، روزتون خوش. بله بینندگان گرامی، گفتگوی ما رو شنیدید با شهاب بهرامی در رابطه با اعتراضات و درگیری هایی که در یونان شاهدش هستیم. با ما تماس بگیرید، سوالات و نقطه نظراتتون رو با ما در میون بذارید. من سیما بهاری همراه با همکارم جمیل فرزان برای شما ساعات و لحظه های شادی آرزومندیم. سربلند باشید.